صنعت سریال سازی از نیروی انتظامی و سایر نیروهای وحشی رژیم تو تلویزیون پشم شیشه همیشه وجود داشته، معرف حضورتون هم هست. دیالوگ های کلیشه‌ای، به قول معروف افه ها و جست های خنددار و ابلهانه که هر دفعه هم سعی میکنن یه جوری با بقیه سریال ها متفاوتش بکنن، ولی خب طبیعیه که نمیشه. موردی رو که الان میخوایم بهش بپردازیم، سعی کردن با اقتباس از فرهنگ غربی و تصاویر آنچنانی یه رنگ و لعابی بهش بدن. اسم سریال رو هم به همین دلیل خارجی انتخاب کردن و گذاشتن ماتادور. واحد 335 عملیات با موفقیت انجام شد. بله، بازم همون داستان همیشگی که عناصر بیگانه میخوان عملیات بکنن و نظام رو بدنام بکنن و رابطهش رو با جهان یا با اروپا خراب بکنن. بازم مثل همیشه نیروی انتظامی است که سر میرسه و توطئه ها رو از بین میبره. خب همه ما میدونیم که روابط بین ایران و اتحادیه اروپا با گذشت مدتی طولانی در سکون بی‌اعتمادی تازه داره وارد فضای مثبتی میشه. ببخشید، یعنی نقشه‌ای در کاره؟ شواهد که این رو نشون میده. چه شواهدی قربان؟ همین بمب‌گذاری امروز توی قطار. ما نمیتونیم به راحتی کنار این قضیه بگذاریم. خیلی هستن که با این کاراشون میخوان ایران رو ناامن جلوه بدن. تو این شرایط چه سودی از این کارشون میبرن؟ ببینید، با ناامن نشون دادن ایران ممکنه آقای ادوارد نایجه سفرش رو به این کشور کنسل بکنه و این اتفاق مناسبی برای ما نخواهد بود. وقتی حال میشی اذیتم میکنی. خیلی خوب، میرم سر اصل مطلب. میخوام یکی رو تو ایران برامون ترور کنی. خیلی وقت تو ایران کار نمیکنم. بخوامم شرایطشو ندارم. اونقدر کشور سازمان جاسوسی دنبال این ترور هستن که بخوان یه کاری بکنن که روزی 100 بار آرزوی مرگتو بکنی. برعکس تو وقتی هار میشی من خوشم میاد. واقعا صحنه موزیکیه. کل داستان این فیلمو حتی اگه با جزئیاتش آدم بخواد تعریف بکنه سرتش 20 دقیقه بیشتر نمیشه، ولی تیوی ریش این داستان رو 11 قسمت یک سریال کش داده. این که هیچ، یک ساعت هم آخرش گفتگوی بازیگر و کارگردان و عناصر دستندرکار اینا رو ترتیب داده. یه گفتگوی مشمعز کننده که چاپلوسی و خودشیرینی به قول معروف توش جزرومت میکنه. من اصلا میبینم کلوم بود. من دقیقا خودم را اسم میبرم رئیس یکی از آگاهی های تهران و بارها تو عملیات دیدم خودم. تو اونجا چیکار میکردی؟ خب حالا دیگه دیدم بارها شخصا وارد میشده. یعنی اتفاقی من از هم اتفاقیه که وجود داره. ما اون چیزی که نشون دادیم به مردم فکر کنم یکم نگاهشون به پلیس کلانتری، دعوای همسایگی، این اتفاقای پلیس های یگان ویژه ناپو عملیات های خاصی انجام میدن. آره، تبحر این آدمه. من چند جا خوندم که مثلا فقط جالب بود به ایران شما همه کشورها همه میتونن با رئیس جمهورشون شوخی کنن توی فیلماشون. ما نمیتونیم وارد این چیزا نشیم. نه مثلا میزنن یک مسئول به عنوان یک مسئول. خب سناریوها و حرفای مزخرف در تلفیق با ادا اطوارایی که تحت عنوان بازیگری درش ارائه میشه حاصلش میشه این. Efendim?
شاهکار یا شاید بهتره بگیم آخوندکار سناریو و بازیگری تو این فیلم بس نبود، کارگردانش هم اومد در یک نوآوری البته باز تکراری، خودش هم در صحنه آخر این فیلم بازی کرد که دیگه رکورد بقیه رو تو عدو اطفار شکست. این عدو اطفارای قرودبه و این سناریوی آبدوخیاری خب چنده خالی رژیم رو مثل همیشه برملا میکنه. طنز پردازای پیک شادی هم به سهم خودشون تا جایی که میشد وارد این سریال شدن. اگه اهل قصه نیستی ای که شادی رو نگاه کنی.